جهان از نگاهی دیگر، میزگرد سیاسی، بررسی اوضاع سیاسی ایران، منطقه و جهان با حضور کارشناسان، برنامه از رادیو مانی. درود فراوان به شما بینندگان و شنوندگان این برنامه از رادیو مانی. وضعیت دزدی‌های نجومی در جمهوری اسلامی بر همه شناخته شده است و کمتر روزی است که ما در این زمینه خبرهای شگفت انگیزی دریافت نکنیم. این ارقام به راستی برای من که یک ایرانی هستم و سواد فارسی هم دارم قابل درک نیستن، یعنی ابعادشون اونقدر گسترده است که من باید بنشینم و اینا رو تبدیل بکنم به دلار تا بدونم حدودا چقدر، چون ارقام واقعا نجومیه. اخیرا در سه‌شنبه هفته پیش، نخواست بگم که امروز 19 ماه نوامبر 2018 است و وقت اونم میگم سه‌شنبه هفته پیش، یعنی تاریخش دیگه حدوداً معلوم میشه، حدود میشه 15 یا 16 دوازدهم ماه نوامبر. خبر تازه‌ای دوباره بود، البته تازه نیستن ولی من بخشی از این خبر رو میخونم و بعد نظر آقای جهانگیر لقایی رو که صداش رو شنیدید در این باره میپرسم و پس از اینکهشون نظرات رو داد این وضعیت رو برای من و دوستان این مسائل اقتصادی روشن کرد، یک پرسش دیگر ازشون خواهم داشت. خبرگزاری فارس در همون روز سه‌شنبه هفته گذشته از صدور بخشنامه نادر جنتی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیاتی خبر داده بود که در آن نام بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از مالیات مستقیم از طرف رهبر پیشین یعنی خمینی و رهبر کنونی یعنی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی اعلام شده بود. این نهادها کدوم هست؟ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مرکز خدمات حوزه های علمیه، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه هستند. اینا البته هنوز نهادهای دیگری هم هستن، مثل آستان قدس رضوی و پولایی رو که از اونجا به گفته خودشون قبار روبی میکنند، اونا هم شامل مالیات نمیشه، معلوم نیست کجا میره. زیر این خبر افراد گوناگونی در سایت رادیو فردا مخوندن کامنت گذاشتن. کسی با نام مستعار نوشته که طبق بودجه سال جاری بیش از 4800 میلیارد تومان به کمیته امداد امام، حدود 118 هزار میلیارد تومان، هزار میلیارد میشه یک تریلیون دیگه، یعنی میشه 118 تریلیون تومان به بنیاد شهید، 134 میلیارد تومان به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، 460 میلیارد تومان بودجه به سازمان تبلیغات اسلامی، حدود 305 میلیارد تومان به جامعه المصطفی العالمیه، 896 میلیارد تومان به مرکز خدمات حوزه های علمیه و 110 میلیارد تومان نیز به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص یافته است. به زبان ریاضی جمع کل مبالغ بالا، یعنی 124 هزار و
675 هزار میلیارد تومان تقسیم بر دلار دولتی 4200 تومان که خدا بیامرزتش حدود 30 میلیارد دلار می شود. اگر اون رو با بر اساس دلار 15000 تومانی محاسبه کنیم حدود 8.5 میلیارد دلار بهش اضافه میشه. خب به این میگن شوخ زدن و قارت. این نظر این خواننده است. ولی به هر حال با ترجمه این ارقام نجومی به دلار روشن میشه چیزی حدود 60 میلیارد دلار معافیت مالیاتی برای نهادهای رهبری، نهادهای انقلابی و حکومتی و دولتی است. خب آقای جهانگیر لقایی، شما که مسائل اقتصادی رو دنبال میکنید به ما بگید واقعا چی داره میگذره؟ بفرمایید. با تشکر از شما و با درود به شما و همینطور درود به شنوندگان و بینندگان عزیز. حالا ببینید این مسئله مالیاتی رو که گفتید این خودش یه طرف قضیه، ولی اصولا تقریبا نیمی از بودجه دولت هزینه، حالا اینها تعدادیش بود الان شما اسپردید، از وزارت ارشاد هست و که در به اصطلاح کارش فقط همین تبلیغات اسلامی و ارشاد و اینطور چیزا هست، تا حفظ آثار امام و نمیدونم نگهداری قبر امام و بسیاری از مسائل به اصطلاح که خرج تبلیغات اسلامی میشه، حقوق های امام جمعه ها در سراسر کشور. یعنی شما نگاه کنید نیمی از بودجه دولت داره هزینه اینطور مسائل میشه که حتی اینها معادل یک تومن هم برای اون مملکت به اصطلاح نه سوداوری دارن نه تولید چیزی دارن جز خرافه و به اصطلاح عقب نگه داشتن مردم. و این نیمی از بودجه دولت میتونست در بخش‌های عمرانی و زیرساختی مملکت هزینه بشه و هزاران شغل هر سال ایجاد بشه. یعنی اصل قضیه که این همه بودجه، یعنی 50% بودجه مملکتی حدودا در این راه ها و این زمین ها هزینه میشه، اصولا برای چی هست؟ حالا خب اصل این مسئله از بیخ و بنیاد در واقع اشتباهه و به ضرر مملکت از همون 40 سال پیش شروع شده و به امروز هم هرچه بیشتر جلو رفته. حالا اینها علاوه بر این دیگه مالیات هم خب نمیدن. البته در دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایش بود، رئیس به اصطلاح سازمان مالیات های کشور که در واقع معاون وزیر دارایی هم هست، برگشته بود گفته بود تقریبا 60% اون چی که دولت میتونه درآمدهای مالیاتی باشه کلن از مالیات معاف هستن. یعنی 60% از اون نهادها و بنگاه‌ها و مؤسساتی که اینها میتونن مالیات بگیرن کلن از نظر قانونی اصلا معافن. حالا این 10 تا رو شما اسپردید، بعدش هم یه چند تا دیگر رو اسپردید، مثل آستان قدس رضوی که بیشترین سرمایه به اصطلاح در ایران در اختیارش هست، بعد نهادهای زیر نظر رهبر هست که ارقامی که به هر حال همه دارن عنوان میکنن یه چیزی حدود 95 یا 96 میلیارد دلار هست، حالا اینا تبدیل به تومن بکنن چند هزار میلیارد تومن خواهد شد، و بعضی نهادهای دیگه که اینها همه از مالیات معاف هستن. خب دیگه چه چیزی میمونه؟ شما نگاه بکنید نیمی از بودجه دولت هزینه اینا میشه، اون بخش دیگهش فساد و چپاول و غارتی که داره صورت میگیره و مضافاً
هزینه کردن در کشورهای به اصطلاح مثل سوریه و لبنان و عراق و یمن و بسیاری از کشورهای دنیا که اونها ارقام کوچکتر، مثلا در اوگاندا بیمارستان بسازن، در جیبوتی نمیدونم مجلس بسازن، در تانزانیا بیمارستان بسازن و بسیاری کشورهای دیگه از این قبیل. خب این ببینید واقعا نتیجهش این میشه که جامعه الان در اینجایی هست که قرار گرفته، فقر بیداد میکنه، نرخ یعنی گرانی بیش از حد، خط زیر فقر بنا به گفته مقامات رسمی خودشون بالای 50% و بسیاری از مسائل دیگر، بهداشت، درمان و همه چیز، یعنی دیگه خود مردم اونجا دارن با گوشت و پوستشون و استخوان این رو لمس میکنن که به اصطلاح چگونه هست. خب یه همچین وضعیتی اوضاع ایران رو و شرایط اقتصادی ایران رو و وضعیت اجتماعی ایران رو به اینجا رسونده و این چیزیه که درمانش هم با این رژیم لااقل غیر ممکن هست. یعنی فاجعه‌ای که اینا به بار آوردن درمانش بعدها بسیار بسیار سخت خواهد بود. خب آقای لقایی گرامی، آیا امکانی وجود داره که مردم ایران این نوع دزدی‌های آشکار رو تحت نام معافیت‌های مالیاتی برای نهادهای انقلابی خونسا بکنن؟ مردم میتونن فشار بیارن، نه اینکه از اینا مالیات بگیرن، بلکه مردم باید فشار بیارن اصلا این نهادها میبایست از بیخ و بن منحل بشه. اصلا چه نفعی برای اون مملکت بجز حالا اون مسئله دزدی و فسادی که در اون جامعه هست یک طرف، ولی این بودجه هم که برای این نهادها گذاشته میشه آخه چه نفعی برای اون جامعه داره؟ یعنی چه سودی رو برای این مملکت ایجاد میکنه و برای این ملت به وجود میاره که این همه به اصطلاح اینا هزینه میکنن؟ اما اینکه مردم فشار بیارن و بگن آقا، مردم خب فشار بیارن بگن آقا مالیات بگیر، خب وقتی مردم تو خیابون بریزن و بگن مالیات بگیر، در واقع باید اینها بخوان اول که تمام اینها باید منحل بشه، یعنی اصلا اساسش از بیخ و کلن یک چیز نه تنها غیر ضروری بلکه کاملا مضر هست برای جامعه. خب وقتی که به اینجا رسید این نظام باید در واقع از هم بپاشد. تنها راه چاره که شرایط یعنی وضعیت مردم بخوان از این شرایط خارج بشن رفتن این نظامه. برای اینکه فرض کنیم اگر هم 10 نفر آدم رو، 100 نفر آدم رو و یا 500 نفر رو در رؤوس در قسمت‌های بالا هستن، البته این فرضیه، چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد، اگر هم تغییر بدن باز چیزی درست نخواهد شد. یعنی یا باید همه تغییر پیدا کنن که اون موقع یعنی رفتن نظام جمهوری اسلامی، و اگر اینها باشن چنین یعنی این فساد نهادینه شده در این سیستم که اصلا امکان این که حداقل به نظر من یا تصور این که ممکن هست چیزی اصلاح بشود و چیزی تغییر بکند از نظر من کاملا غیر ممکنه، یعنی اصلا امکان پذیر نیست. تنها و تنها یه راه وجود داره که کل این سیستم تغییر پیدا بکنه، عوض بشه و جایگزینش باید یک نظامی بیاد دموکراتیک و به فکر مردم. تازه اون سالها باز طول میکشه، چون بسیاری به خصوص فرهنگی که به هر حال در جامعه رفته و این ناشی از حاکمیت و حکومت جمهوری اسلامی بوده، شما وقتی بخواید این رو تغییر بدید در واقع چند سال هم همین طول خواهد کشید. اما به طور قطع وقتی دولت‌ها سالم باشن و به فکر ملت باشن و خودشون غارت و چپاول نکنن، خیلی سریع
البته وقتی من میگم سریع، نه اینکه یک ماهه، یعنی شاید یک دور زمانی 4-5 ساله بشود جامعه رو به اون روال عادی و حرکت خودش در آورد و به اصطلاح تو اون جاده‌ای که باید بیفته که راه پیشرفت رو طی بکنه و همگام با کشورهای پیشرفته جهان باشه، در واقع به اون مسیر بیفته. ولی با بودن این نظام از نظر من اصلا امکان پذیر نیست، چون هرگز این نظام اصلاح پذیر نیست و قابل اصلاح نیست. سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی، بینندگان عزیز. نظرات آقای جانگیر لقای، کارشناس مسائل اقتصادی ایران، رو از آلمان شنیدید. به شما بدرود میگم تا سخن دیگر در این زمینه ها. شادکام باشید و بدرود.